بسم الله الرحمن الرحیم درس 43 ام امویان امویان از جمله خانواده هایی بودند که بعد از خلفای راشدین به قدرت رسیدند از سال 41 هجری الی 132 هجری حکومت کردند مؤسس یا اولین حاکم از خانواده امویان ماویه رضی بود آخرینشان شان مروان تا مجموع 14 حاکم از خانواده امویان به قدرت رسید در غرب دامنه حکومت امویان تا اسپانیا فرانسه می رسید در شرق تا ترکستان چین و هند ماویه رضی الله کی بود حضرت ماویه رضی الله تعالی فرزند ابو نواسه هر بود 15 سال قبل از هجرت در مکه تولد شدند و پدر ماویه رضی الله تعالی از جمله بزرگان قریش بود که در روز فتح مکه امر با خانواده خود به اسلام روی آورد ماویه الله از جمله کاتبین وحی بود در زمان عثمان رضی الله تعالی والی شام تعیین گردیده بودند و همچنین با حسن رضی الله توافق را انجام دادند مبنی بر ادب انتخاب جانشین مرکز حکومت امویان در زمان خلافت ماویه الله شهر دمشق بود و صاحب حکومت معاویه رضی الله در غرب تا مراکش و مغرب در شمال تا ترکیه شرق تا سیستان شرق تا سیستان و خراسان میرسید یعنی گفته میتونیم این مناطق بدین اسلام شرف شده بودند و تابع حکومت اسلامی بودند ماویه رضی الله در قسمت ایجاد قوای بحری نیست تلاش بسیار زیاد انجام داد و در سال 61 هجری وفات کردند فرزندشان یزید که متولد سال 25 هجری قمری بودند در سال 61 هجری بعد از مرگ ماوی رضی الله عنه به قدرت رسیدند از جمله حوادث مهم دوره حکومت یزید حادثه کربلا بود که در حادثه کربلا حسین رضی الله عنه امرو با 72 تن از یارانشان به شهادت رسیدند یزید در سال 64 هجری قمری وفات کرد عبدالملک ابن مروان بعد از یزید فرزندش ماویه سانی که کمتر از چل روز حکومت کرد به قدرت رسید اما بعد از مدتی مروان حکومت به دست آورد به قدرت رسید و به ماویه سانی وعده داده بود که فرزند ماوی سانی خالد جانشین یا ولیه تعیین میکنه مروان نه تنها به وعده خود عمل نکرد بلکه با مادر خالد نیز نکاح کرده و عبدالملک و عبدالعزیز جانشین یا ولیه تعیین نمود زمانی که عبدالملک بعد از مرگ مروان به قدرت رسید بسرا و کوفه را فتح کرد خوارج از بین برد صاحب حکومت شد در شرق تا کابل در شمال تا قسطنطنیه رساند 21 سال حکومت کرد در سال 86 هجری به عمر 63 سالگی وفات کردند عبدالملک ابن مروان از جمله حاکمان مسلمانی بود که به نام شانس کسر زده شد و همچنین عربی زمان زبان رسمی دوایر دولتی در زمان عبدالملک ابن مروان قرار گرفت عمر ابن عبدالعزیز که یک شخص با تقوا با دانش و با عدالت بود در میان خانواده اموی زیاد مشهور بود شهرت داشت و همیشه سعی میکرد که مطابق به احکام الهی و دستاتیر الهی و همچنین سنت نبوی عمل کنه بعد سلیمان در سال 99 هجری به قدرت رسید عمر ابن عبدالعزیز نظر به ای که همیشه مطابق دستاتیر قرآن و همچنین سنت نبوی عمل میکرد با عمر ثانی و خلیفه راشیده پنجم نیز مشهور شد و مسما گردیده بود زمانی که عمر ابن عبدالعزیز به قدرت رسید ابتدا قضات و والیانی که قبلا کار میکردن اونا اشخاص بودن که در کار خود صادق نبودن اونا را از وظیفه برکنار و به جای اشخاصی را که با عدالت بودن با تقوا بودند. موظف وظیفه ساخت تغییرات در خراج با آورد در مالیات با آورد یعنی خراج و مالیات سنگین از بالای مردم رفت و برابر با توان مردم وضع کرد قبلا از بیت المال سوی استفاده صورت می گرفت بنابراین در زمان عمر ابن عبدالعزیز از بیت المال استفاده درست صورت گرفت و یک روش و رفتار عادلانه با تمام مردم داشت در زمان عمر ابن عبدالعزیز شفاخانه ها ایجاد شد، نهرها ایجاد شد، بند های آب ایجاد شد به خاطر سهولت مردم به اشخاصی که مستحق بودن زمین توضیح کردید جمعوری احادیث نبوی نیست بر بار اول در زمان عمر ابن عبدالعزیز صورت گرفت یعنی گفته می تنیم اولی شخصی که رسمان به جماوری احادیث نبوی دستور داد عمر ابن عبدالعزیز بود بنابراین دوره عمر ابن عبدالعزیز یک دوره درخشان بود که به مردم خدمات زیادی صورت گرفت بالاخره عمر بعد از دو سال و پنج ماه خلافت توسط یکی از غلامان خود که به سر یک توتیه پش مقام بلند شهادت رسید از جمله مشهورترین حاکمان اموی را گفته میتانیم ماویه ابن ماویه ابن ابو سفیان بود یزید ابن ماویه عبدالملک ابن مروان ولید بن عبدالملک سلیمان ابن عبدالملک عبد عمر ابن عبدالعزیز یزید دوم ابن عبدالملک هشام ابن عبدالملک ولید ابن ولید ابن عبدالملک دوم یزید ابن ولید ابن عبدالملک سیم و آخرین شان مروان ابن محمد بود پس در مجموع گفتم میتونیم حکومت هموی ها هموی ها تقریبا یقن دوام پیدا کرد و آخرین شان مروان بود که در یک منطقه به نام حران شکست بعد از همویان اپوسیار روی کار آمد که بعدم انشالله مطالعه میکنیم تشکر از توجهتان